تفسیر این حدیث که مثل امتی که مثل سفینه نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. بهر این فرمود پیغامبر که من همچو کشتی ام به طوفان زمان، ما و اصحابم چو آن کشتی نوح، هر که دست اندر زند یابد فتوح. چون که با شیخی تو دور از زشتی، روز و شب سیاری و در کشتی. در پناه جان جان بخشی توی، کشتی اندر خفته‌ای ره می روی. مسکل از پیغام بر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. گرچه شیری چون روی ره بی دلیل، خیش بین و در زلالی و زلیل. هین مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی اون و لشکرهای شیخ. یک زمانی موج لطفش بال توست، آتش قهرش دمی حمال توست. قهر او را ضد لطفش کم شمر، اتحاد هر دو بین اندر اثر. قهر او را ضد لطفش کم شمر، اتحاد هر دو بین اندر اثر. یک زمان چون خاک سبزت می کند، یک زمان پرباد و گبزت می کند. جسم عارف را دهد وسم جماد، تا برو روید گل و نسرین شاد. لیک او بیند نبیند غیر او، جز به مغز پاک ندهد خلد بو. مغز را خالی کن از انکار یار، تا که ریحان یابد از گلزار یار. تا بیابی بوی خلد از یار من، چون محمد بوی رحمان از یمن. در صف معراجیان گر بیستی، چون براقت برکشاند نیستی. نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. نه چون معراج بخاری تا سما، بلکه معراج جنینی تا نها. خوش براقی گشت خنگ نیستی، سوی هستی آردت گر نیستی. کوه و دریاها سمش مس می کند، تا جهان حس را پس می کند. پا بکش در کشتی و میر و روان، چون سوی مشوق جان جان روان. دست نه و پای نه رو تا قدم، آنچنانک تاخت جانها از عدم. بردریدی در سخن پرده قیاس، گر نبودی سمع سامع را نعاس. ای فلک بر گفته او گوهر ببار، از جهان او جهانا شرم دار. گر بباری گوهرت صد تا شود، جامدت بیننده و گویا شود. پس نساری کرده باشی بهر خط، چون که هر سرمایه تو صد شود.